بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله تعالی قرین راه شما باد. الله را شاکریم از اینکه باز هم این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمتگزار شما خوبان باشه در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل و فرصتی حاصل بشه تا درودی بفرستیم بر سردار کائنات، بر سید ولد آدم، بر ابر پیامبر تاریخ بشر محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. درباره انسان کامل، درباره اون اسوه کامل، درباره اون ذات نازنین، درباره کسی که الله متعال امر کرد بندگان خودش رو و قبل از این که اونها رو امر بکنه فرمود که من الله و فرشتگانم بر او درود می‌فرستیم. پس شما مؤمنین هم بر او درود بفرستید و بر او سلام و صلوات خودتون رو عرضه کنید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر هر درودی که ما بر پیامبر اکرم علیه السلام بفرستیم 10 ثواب الله متعال به ما میده و 10 درجه ما رو بالاتر میبره در مقام بندگی و عبودیت. پس چرا لحظه و لحظه بر پیامبر اکرم علیه السلام درود نفرست؟ در تاریخ بشر الله متعال بنده ای به مانند ایشان رو خلق نکرد و خلق نخواهد کرد. الله متعال از میان بندگان خودش انبیای الهی رو برگزید و از میان برگزیدگان خودش عده دیگری رو، 5 تن از اون بزرگواران رو باز برتری داد بر دیگر اون عزیزان و از بین این 5 نفر 2 نفر رو به عنوان خلیل یاد نمود و به درجه خلیل بودن رساند. ابراهیم خلیل الله و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خلیل ابن خلیل. ابراهیم پدر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم، بزرگترین بادشکن تاریخ، اولین کسی بود که به این مقام دست یافت و قرنها بعد از اون از سلاله پاکش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم به این درجه رسید، درجه خلیل بودن. و الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو چنان دوست داشت و چنان تعریف و تمجید نمود که در قرآن کریم کمتر تمجیدی از انسان دیگری به مثل اون رو میشه یافت. یک انسان کامل چه صفاتی باید داشته باشه؟ چگونه ذاتی است؟ و چه ویژگی هایی در این انسان کامل وجود داشت که جامعه بشری نیازمند اونن؟ وقتی که الله متعال ایشون رو به عنوان الگو برای بشر معرفی می‌فرماید، زیاد صحبت کنیم درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم، هفته و ماهی نیست، یا به تعبیری دقیق‌تر روزی نیست که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت نکنیم. هر روز ما با یاد و نام رسول الله صلی الله علیه و سلم مزین است و نه یک روز خاص، بلکه تمام روزهای ما، تمام لحظات ما، تمام نمازهای ما بیاد رسول صلی الله علیه و سلم است.
در پایان نماز وقتی که به ایشان سلام و درود میفرستیم و لحظه لحظه دین ما اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم و به یاد رسول صلی الله علیه و سلم است. امروز با شما عزیزان میخوایم بیشتر درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم و اون الگوی تمام عیار، اون ذات نازنین، اون موجودی که بر تمام موجودات عالم برتری یافت. و اگر بخوایم بحث رو خلاصه بکنیم، بعد از الله تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و بس. خوشحالیم از این که باز هم جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم افتخار دادن تا ما رو در این موضوع همراهی بکنن درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما به هر حال ساعت‌ها صحبت کردیم در این موضوع، اما باز هم زیباز هر وقت از اون ذات نازنین صحبت میکنیم تا بیشتر نزدیک بشیم به ایشون و بیشتر اتباع بکنیم ایشون رو و بیشتر همگام باشیم با نبی رحمت صلی الله علیه و سلم. جناب دکتر، عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان عزیز و ارجمند خدمت شما. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب استاد بزرگوارم جناب سلیمانی عزیز و خدمت جوانها و نوجوانهای دستاندرکار شبکه جهانی وصال حق و همچنین خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. هر جای دنیا که هستید همیشه شاد و با طراوت باشید و بندگانی صادق برای خداوند منان و پیروانی راستین برای حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در خدمت شما هست. خدمت از ماست. جناب دکتر، وقتی ما صحبت از یک انسان کامل میکنیم و یک انسان کامل رو معرفی میکنیم برای بشر و به عنوان الگو و نمونه با افتخار در تاریخ بشر به دیگر اقوام، به دیگر امت‌ها، به دیگر انسان‌ها، ما یک الگو، یک نمونه عالی، یک شخصیت کامل رو معرفی میکنیم. یک انسان کامل در وهله اول چه صفاتی باید داشته باشه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ که بعد از اون ببینیم چقدر از این صفات در وجود نازنین رسول صلی الله علیه و سلم بود، و یا به تعبیری دقیق تر ما پیامبر رو با انسان کامل معرفی میکنیم یا انسان کامل رو با پیامبر معرفی میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. در حقیقت مسئله انسان کاملی که شما مطرح میکنید واقعا یه دردی بود برای همه جامعه بشری. همیشه انسان در پی کمال هست. انسان کامل کی هست؟ آیا واقعا انسان کامل یک عابد پارساست؟ یا مثلا انسان کامل یک مجاهد آزاده است؟ یا یک عاقل و دانشمند هست؟ یا یک انسان با تقوا و پرهیزگار هست؟ انسان کامل کیه؟ این درد جامعه بود و همیشه خب به انسان هم در پی اینه که بهترین نمونه رو پیدا کنه و این نمونه چه شاخ و برگایی داره اینو بشناسه تا سعی کنه حداقل به این نمونه تا حدودی نزدیک بشه و خودش رو به اصطلاح آلایش بده. این درد رو همیشه بشریت داشت. در فرهنگ‌های فارس قدیم، یونانیان، هندیا، چینیا، همه در پی این نمونه بودند. حتی در تاریخ اسلام وقتی که به اصطلاح بعضی از این ملت‌ها با اسلام آمیخته می‌شدند و یک دین آمیزش سازی رو درست می‌کردند که به اصطلاح در تاریخ به جامعه اسلامی به عنوان یک فرقه تصوف نام نهاده میشه، حتی همین تصوف و صوفیگری در پی این بودند که ببینن آقا کمال از کی هست. می اومدن خب چون که یه مقداری باز با قرآن و سنت انس داشتن دیگه در پی سعی نمی کردن مصطلحات غربی رو باز نشخار کنن، خودشون یه مصطلحاتی برای خودشون می ساختن. قضیه قطب بودن، قضیه ولی، قضیه حقیقت محمدی، این رو ما در اصطلاح تصوفمون خوب میبینیم. اما در ادیان دیگه هم که بود، در مسیحیت و به اصطلاح یهودیت، این مسئله خیلی واضح بود که این انسان کامل کی هست. و خب راه رو بردن به اشتباه، فکر کردن که کمال مطلق خب خدای یکتا هست، پس انسان کامل اون کسی هست که خدایی باشه به شکل انسان.
که علیاذ بالله همین شد که به اصطلاح مسیحا اومدند و حضرت عیسی رو شاخ و برگش دادند و کردندش فرزند خدا به اعتبار خودشون، و یهودیان اومدند و گفتند عزیر ابن الله، که عزیر رو ما به اصطلاح انسان کامل معرفی میکنیم. خب این یه درد بود برای جامعه، در جامعه ای که به اصطلاح با فلسفه و افکار عقلی گرایی به دور است، چقدر که جوامع بشری از قرآن و منهج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راه رسم رسول الله دور بودند، راه به اشتباه بردند. در بین ما مسلمان ها هم مثلا تشیع رو خیلی اشتباه رفت، اومدن که آقا انسان کامل کی است؟ خب میراث فرهنگ های منحرف رو گرفتن تو خودشون شاخ و برگ دادن که انسان کامل آقا باید صفات خدایی رو داشته باشه. این بود که دیگه ادعا کردن که حضرت علی، بعضی از فرقای تشیع ادعا کردن که حضرت علی علیه بالله تصویری از خداوند هست. بعدن گفتن که خداوند در امام تجلی میکنه. بعدن اومدن صفات خدایی رو به امام دادن که امام علم غیب داره، امام معصومه، امام نمیدونم تکالیف ازش ساخته ساقط است، امام در همه جا حضور داره، امام همه زبانها رو میدونه. این چرندیاتی که به اصطلاح از ملت های دیگه برای اینکه گم بودند، راه رو نمیدونستن کجا برند که انسان کامل کی هست، کی هست. اینجا بود که ما دیدیم که خداوند متعال وقتی انسان کامل رو معرفی کرد، اون الگو رو معرفی کرد که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشند، نمونه و الگویی که خداوند ایشون رو آفرید تا خط مشی زندگی باشه برای بشریت، به بشریت نشون بده که مسیر حرکت چگونه است، در واقع یک تطبیق عملی از برنامه الهی. واسه همینه که ما میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همه زاویه‌های زندگی بشری شاخصه است، برترین و شاخصترین و والاترین شخص است. و خود مسلمون ها هم خب هدف هم این بود و رساله و پیام الهی هم این بود که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که برای شما قرار دادیم در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسوه و نیکو و الگوی برتر. این بود که مسلمان ها همیشه در پی این بودند. حدیث مشهور نافقه حنظله مشهور هست که حضرت حنظله خودش با خودش نشست دید که بابا من چیکار دارم میکنم وقتی که من در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستم، ایمانم 20ه، وقتی میام با زن و بچه‌ام و خونه و زندگی و کار و کاسبی مشغول میشم، اون لذت ایمانی که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم دارم اون رو ندارم. پس یعنی چی؟ یعنی اینکه من منافق شدم. گریه افتاد، اومد پیش حضرت ابوبکر گریه میکرد. حضرت ابوبکر ازش پرسید حنظله چی شده؟ گفت نافقه حنظله، من منافق شدم. چطور حنظله چی شده؟ و همین موضوع رو باش مطرح کرد. حضرت ابوبکر دید ما هممون اینطوریم. بعد با هم بلند شدن رفتن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ناراحت و پریشان که یا رسول الله ما همچین موردی داریم که در محضر شما هستیم، کمال است، وقتی از پیش شما دور میشیم خب اون کمال به اون شیوه عالی خودش نیست. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که والذی نفسی بیده، قسم به جان به اون شخصی که جان من در اختیار اوست، اگر شما در همه وقت مثل اون و لحظه ای باشید که شما در کنار من هستید، یعنی ایمانتون هیچ گونه خدشه ای براش وارد نشه، 20-20 باشید، اینه که دیگه لصفحت کم الملائکه تو فبطرقات و الافروش کم، فرشتی ها میبودن تو راه و تو هر جا شما سلام علیک میکردن، میبودن تو خونه هاتون مهمونی. این که نشد، اما ساعتون و ساعت نه هنزله، این قضیه نفاق نیست، این قضیه اینه که انسان جزر و مد داره، شما مثل پیامبر معصوم نیستید، پس شما تلاش میکنید، ما بشر تلاش میکنیم به سوی رسیدن و نزدیک شدن به این کمال مطلق در همه صفات و در همه ویژگی ها. حالا به این کمال مطلق چقدر میرسیم، این دیگه بستگی داره به ایمان ما، بستگی داره به التزام و پایبندی ما به دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اینو مثلا در صحابه ما این رو خیلی محسوس میکنیم، احساس میکنیم، خیلی درد داشتن که ما چطور میشیم که همیشه بالاتر باشیم، همیشه حتی مسابقه میدادن با هم دیگه و این براشون خیلی دردآور بود که مثلا ببینن فلانی از من جلو زد. میبینیم که در حدیثی
مجموعه از صحابه اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، با خودشون فکر علیکم کردن ببین بابا ما که خب گناهی نداریم، خداوند ما رو بسرا مال و ثروت نداده، به عثمان مال و ثروت داره، یک لشکر رو به صلاح سپاه رو برای جهاد آماده میکنه، به عبدالرحمن ابن عوف مال و ثروت داده که حالا داره به صلاح برای مسلمان ها بازار درست میکنه، انفاق در راه خدا اصلا دریغ نمیکنه. اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، این پولدارا همه اجر و پاداش رو بردن واسه خودشون، خب ما گناهیمون چیه که باید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اونها یاد میداد که مثلا بعضی از اذکار و بعضی از دعاها رو بکنید و شما بعد از نماز دعا بکنید، سبحان الله بگید، الحمدلله بگید، این دعاها رو که یادشون میداد که این شما بیایید به سلام در مسابقه پیش برید. بعد اون ثروتمندا هم که این خب مسابقه بود دیگه برای رسیدن به بهشت برین، برای بالا بردن به سلام سطح خودشون، برای رسیدن به کمال مطلق. و اینجاست که ما وقتی که به حرف از کمال مطلق میزنیم باید این کمال رو از کجا بشناسیم؟ هیچی دیگه، ما راهی نداریم مگر اینکه از خداوند بپرسیم، راهی نداریم مگر اینکه با قرآن رجوع کنیم، و قرآن کریم هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو به عنوان الگو مطرح میکنه، و اونی که انسان کامل در واقع کسی نیست جز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که خودشون در واقع قرآنی بودند که با دو پا در میان بشر قدم می زدن. وقتی از مادر مؤمنان عایشه صدیقه پرسیده شد که اخلاق رسول خدا چی هست، فرمودند مگه شما قرآن نمی خونید؟ قرآن داره میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انک لعلی خلق عظیم، تو بر والاترین و بالاترین اخلاق هستی. و حضرت عایشه می فرمود کان خلقه القرآن، شما که می خواهید بدونید اخلاق پیامبر چی بود، آقا اخلاق پیامبر قرآن بود. و این شخص رو ما از قرآن شناختیم، بعد باید با دو چشم سرمون اون رو ببینیم. و شیوه زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تمام زندگیش در دست ماست. همه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 24 ساله زندگیش زیر دوربین بشر بود. منافقان و کافران چهار چشمی اون رو نگاه میکردن صبح و شام که یک اشتباهی به اصطلاح موردی پیدا کنند و بتونن یک سوژه برای خودشون به دست بیارن، که نتونستن. مؤمنان 24 ساعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو چارچشمی نگاه میکردن تا هر آن چه از پیامبر صورت میگیره، هر آن کاری که انجام میده، این رو بگیرن برای خودشون منهج و مرام زندگی قرار بدن. تو خونه خودشون همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چهار چشمی پیامبر رو مد نظر داشتن و زیر نظر داشتن تا لحظه لحظه زندگی داخل خانه رو برای دیگران منتقل کنن، تا دیگران یاد بگیرن داخل خانه شون چطور الگو برداری کنن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس اینه که ما به سلام این کمال مطلق و انسان کامل رو خداوند متعال برای ما روشن و واضح عرضه کرده، و از حکمت الهی هم برای ما مؤمنان این بود که تمام ریز و درشت زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اختیار ما قرار بگیره، که ما بتونیم در همه زمینها و در همه موارد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شیوه احسن الگو برداری بکنیم. جناب دکتر اشاره فرمودید به بعد انسانی این شخصیت انسان کامل مرز پوزش. جناب دکتر من دوست دارم در این باب صحبت بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک انسان کامل بودن. خب وقتی ما صحبت از انسان میکنیم، یک نیازهایی داره یک انسان، یک خواسته هایی داره یک انسان، یک بعد زندگی فردی و اجتماعی داره یک انسان. چه نمونه هایی رو میتونیم ما ذکر بکنیم از زندگی رسول صلی الله علیه و سلم از بعد انسانی و تعاملی که در زندگی انسانی داشتن و خواسته هایی رو که داشتن، چگونه این تکامل رو ما میبینیم در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب الگو بودن برای تمام بشر، و این نیازمند این هست که در همه زمینه ها، در همه نیازهایی که جامعه اسلامی نیاز داره، ما بتونیم در پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شاخصه های اخلاقی، برنامه های زندگی، ضوابط و معیارهای معینی رو بیابیم. من اگر به عنوان یک شخصی هستم که در بازار هستم، به عنوان یک تاجر
باید در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون چیزی که نیاز دارم رو بیابم. شیوه برخورد پیامبر، شیوه برنامه ریزی پیامبر. من اگر یک معلم هستم، باید در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ریز و درشت کار خودم رو، نحوه برنامه ریزی کار خودم رو، نحوه تعامل کردن با دیگران رو بدونم. من به عنوان یک کسی که راه و رسم پیامبر رو در دعوتش پیش گرفتم که دعوتگر باشم و داعی و مبلغ دین باشم، باید همه مواردی که نیاز دارم رو در به اصطلاح زندگی پیامبر داشته باشم. من که میخوام جامعه رو تربیت کنم، به عنوان یک مربی هستم، باید نیازهای خودم رو در زندگی پیامبر داشته باشم. آقایی میخواد مدیر یک جامعه باشه و نمیدونم سپه سالار یک لشکری باشه، یک فرماندار سپاهی باشه، باید در زندگی پیامبر نیازهای خودش رو بیابه و از اونجا تأمین کنه. کسی که پدر یک جامعه خانواده هست، نیازهای خودش رو باید در زندگی پیامبر ببینه. راه و رسم همسر بودن، یک همسر والا و نمونه بودن، این رو باید در زندگی پیامبر ما ببینیم. اخلاقمون رو چطور به اصطلاح برنامه ریزی کنیم و اخلاقمون چگونه باشه، شیوه برخوردمون با مسلمون، با کوچکتر، با بزرگتر، با اقشار مختلف جامعه، با یک جامعه ای که در اون غیر مسلمون هست، اصلا با جامعه غیر مسلمون ها من چطور برخورد کنم، اینها همه راه و رسمی رو برای ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یادگار گذاشتن، میراث بزرگی رو برای ما ترک کردن و به ارمغان گذاشتن برای ما، که در همه این زمینه ها ما زندگی به اصطلاح نوعی و الگوی پیامبر رو داریم. حتی در مسائل بسیار بسیار پیش پا افتاده، مثلا میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی در همون مسائل بسیار بسیار شخصی افراد برنامه ریزی معین میکنه، اخلاق و آداب، حتی به اصطلاح اجلکم الله رفتن به حمام و دستشویی رو به ما یاد میده. حتی این مسائل رو وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، میفرمایند انا بمثابه الوالد منکم، من به جای پدر هستم برای شما. این چیزهایی که به اصطلاح انسان شاید یه مقداری روش نشه اینها رو به اصطلاح شرح بده، حتی اینها رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما روشن میکنن تا در نهایت به ما بگن که ترکتکم علی المحجه البيضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک، من شما رو الان در یک فضای بسیار روشن و واضح رها کردم، شما شب و روزتون روشنه، هیچ جای تاریکی در زندگی براتون نگذاشتم، همه چیز براتون روشن شده، الان لا یزیغ عنها الا هالک، الان از این راه کسی منحرف نمیشه مگر اون کسی که به صورت راه هلاکت و بربادی رو خودش واسه خودش انتخاب کنه. دیگه بعد از این که شما رو یک نمونه کامل خداوند متعال میده، دیگه راهی نمیمونه، مجالی نیست که انسان بیاد راه به چاه ببره. اینجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل امتی ادخلون الجنه، همه امتیان من وارد بهشت میشن، الا من ابا، مگر اون کسی که سرپیچی میکنه، خودش نمیخواد. گفتن یا رسول الله، مگه کسی هست که نخواد بره بهشت؟ فرمودن بله، من اطاعنی فقط دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، من کسی اومد و پیروی درست من رو کرد وارد بهشت شد، کسی که نه راه سرپیچی کرد از فرامین من، از دستورات من، از اون چیزایی که بسیار بسیار واضح و روشن من در اختیار بشر نهادم، از اینها رو زیر پا گذاشت و سرپیچی کرد، خب خودش دیگه نمیخواد بره بهشت، اون وقت دیگه زور زورکی که نمیخواد ببرنش بهشت. اینه راه و رسم پیامبر و شیوه زندگی پیامبر در همه مجالات زندگی، در همه زوایایی که ما در زندگی داریم، همه ابعاد زندگی رو در بر گرفته و برای همه مسائل زندگی ما در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شیوه کار، شیوه فرمانبرداری، شیوه اجرا رو میتونیم به خوبی و به شکل نمایانی ببینیم. جملتون، ما وقتی صحبت از انسان کامل میکنیم، این تصور ایجاد میشه که شاید یک انسان کامل بیشتر اون انسانی است که بُعد فقط روحانی و معنوی زندگی رو در بر میگیره و بهرحال توجه میکنه بیشتر به اون و از بُعد دنیوی و مادی غافل میشه. من دوست دارم که نمونه هایی را از رسول صلی الله علیه و سلم در این باب بشنویم که
رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی مادی در به هر حال تجارتی داشتند، در تأمین معاش زندگی، مخارج زندگی، چگونه میتونه الگو باشه برای ما و برای کسانی که به هر حال در این مجال مشغول کار هستند؟ در شیوه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد روحانی و بعد مادی با هم آمیختند، تار و پود یک حکایتند. در این ما نداریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در گوشه مسجدی بشینند و در اونجا به اعتکاف و من کاری به کار جامعه ندارم و جامعه هم کاری به کار من نداشته باشه. نه، این رو نداریم. در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون شیوه برخوردی که پیامبر در محراب دارند، همون شیوه رو در بازار دارند. در خود زندگی پیامبر، خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای به اصطلاح زندگیشون در قبل از بعثت در خط تجارت بودند، در خط بازرگانی بودند و اونم به این خاطر که خب از اشراف جامعه قریش بودند و تجارت، پیشه تجارت و بازرگانی این پیشه اشرافیان و خانواده و به اصطلاح قبیله پیامبر خدا بود. عموشون ابو طالب تجارت میکردن، پیامبر از کوچیکی با ایشون همراه شدند، بعدن در خط تجارت افتادن با حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا به اصطلاح شریک شدند یا برایشون کار میکردند، سفرهای تجارتی داخل منطقه داشتند، به شام رفتند، به بصرا رفتند، به یمن رفتند، یعنی سفرهای به اصطلاح بین المللی به اصطلاح امروزی خارج از کشور و داخل کشور، داخل به اصطلاح شهر خودشون اونجا به اصطلاح مشغول تجارت بودند. و بعدان هم ما این خبر تجارت پیامبر رو چگونه برخورد میکرد رو از خود صحابه‌ای که قبل از اسلام به اصطلاح هنوز اسلامی نبود به اصطلاح برای ما تعریف میکردن. مثلا عبدالله ابن ابی الحمصا میگه که به اصطلاح من با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک معامله ای کردم، اون وقت مبلغی به اصطلاح پیش ایشون موند و من بهشون گفتم که مثلا فلان وقت و از فلان جا از شما میگیرم. بعد یادم رفت، اون روز گذشت، روز بعدش گذشت، روز سوم یادم افتاد که قرار بود که من از محمد امین در جای فلان مبلغی رو بگیرم، یادم رفته بود. رفتن دیدم سر همون وقتی که وعده گذاشته بودیم، دیدم که پیامبر خدا همونجا ایستاده و مبلغ هم دستشه و بهشون گفت معذرت خواهی کردم که من یادم رفته. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن لقد شققت علی انا ها هنا منذ ثلاث انتظرك، خیلی به من بسیار رو من فشار آوردی، سه روزه که من میام اینجا سر موعد که شما بیایید پولتون رو بگیرید. یعنی این به اصطلاح این همه انسان باید به فکر دیگران باشه، این همه وعده خلافی رو به اصطلاح اهتمام دادن به این که سر وعده حاضر بشه و قرض مردم رو پرداخت کنه، یا مثلا کسی دیگه مثل صاحب، یکی از صحابه بودن بعدن تعریف میکردن که بله من پیامبر با پیامبر شریک بودم و فکان نعم کنت لا تداری ولا تماری نعم شریک کنت، تو بهترین کسی بودی در شراکت، کسی رو مثل شما ندیدم، هرگز با من جر و بحث نکردی، هرگز روی یک مسئله به اصطلاح با من کلنجار نرفتی. صداقت، راستگویی، معامله خوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چیزی که خود قریشیان داد میزدند که محمد امین، محمد امین، یا پیامبر رو به اصطلاح به عنوان از صادق الامین توصیف میکردن. وقتی ما کسی رو به صادق الامین توصیف میکنیم، جامعه توصیف میکنه، این نتیجه چی است؟ نتیجه کثرت احتکاکی که این فرد، کثرت معاملاتی که این فرد با اقشار مختلف جامعه داشته که همه جامعه هم صدا و همه با اتفاق هم دارن ایشون رو به از صادق الامین معرفی میکنند. خود ابوجهل وقتی که پیامبر دعوتش میکرد، خود ابوجهل که فرعون این امت باشه، میومد میگفت که محمد من حقیقتش تو این که تو راست میگی، تو راستگویی تو شک ندارم، اما این حرفایی که میزنی مشکل من با این حرفاست، با این چیزی که به ظلم میاری. و پیامبر خدا وقتی ناراحت میشد، قرآن دلداریش میداد که قد نعلم و قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ما میدونیم که این چیزایی که کافران میگن این باعث میشه که شما نگران بشی، ناراحت بشی، اما ما هم میدونیم که فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، اونا تو رو دروغگو نمیپندارن، تو رو تعصد در راستگویی تو رو شکی ندارن، اما
آیات خدا و علامت های خدا، پیام خدا رو اینا میخوان انکار کنن، دیگه به اصطلاح به شما بد میگذره و به شما بد میگن. اینه که به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شاخصه بودن در همه رفتارشون در جامعه، در جامعه ای که مثلا پیامبر خدا میان روی کوه وای میسن و قریشیان رو صدا میزنن که های اهل قریش، های معشر قریش، بیایید اینجا، همه جمع میشن که محمد الامین از صادق الامین چی میخواد بگه. میگن که اگر پشت این کوه یک لشکر، من بگم که پشت این کوه یه لشکری هست اومده میخواد به شما حمله کنه، شما رو تارومار کنه، حرفمو قبول میکنین؟ همشون یک صدا دارن، تمام شهر داره میگه که بله، ما جربنا علیک کذبا قط، ما هرگز اتفاق نیفتاده که از شما حرف مغایر با حقیقت رو بشنویم. چطور امکان داره که امروز شما یه چیزی بگید و ما قبول نکنیم؟ این رو بارها و رات و کرات خود قریشیان اعتراف میکردن. ابو سفیان که سرکرده تجارت مکه بود، وقتی رفت پیش قیصر روم، وقتی ازش پرسید که آیا هل جربتم علیه کذبا قط، آیا اتفاق افتاده که یه بار هم دروغ گفته باشه؟ گفت من دیگه هیچ نمیتونستم بگم. حتی ابو سفیان جرأت نمیکرد دروغ بگه، که به اصطلاح در پیامبر، در حالی که به اصطلاح مشرک بود و هزار روز هزار تا دروغ میگفت، اما در این مورد نمیتونست به اصطلاح حرف مغایر با حقیقت بزنه، بگه که بله یه بار دروغ گفته، چون که میدونست که جامعه و افرادی که به اصطلاح بازرگانایی که اونجا بودن همه فوراً اون رو تکذیب خواهند کرد و حرفش رو به اصطلاح انکار میکنند. میبینیم که مثلا پیامبر خدا در معاملش امکان نداره مثلا قرضی رو بگیره و قرض رو تأخیر باید کنه. یه روزی مثلا یک کاروانی اومده بودن، اتراق کرده بودن خارج مدینه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اونجا رد شدن، کاروان تجارتی بود، یک شتر بسیار خوبی پیدا کردن، شتر قرمز رنگ زیبا. ازشون پرسیدن آقا این قیمت این شتر چقدره؟ گفتن اینقدر. پیامبر هم گفت خریدم، پولشو بهتون میدم. و شتر رو برداشتن و بردن. وقتی شتر رو بردن، این افراد با خودشون گفتن ای چیکار، ما چیکار کردیم؟ شتر رو دادیم به کسی که اصلا نمیشناسیمش، حالا اگه شتر ما رو برد اون وقت چی؟ خانومی در بین همین کاروان بود گفت که من در زندگیم انسانی به صفا و صمیمیت سیمای ایشون ندیدم، امکان نداره این سیمای، این صورت مثلا منوری که من دیدم این ما رو گول بزنه. همین حرفا بود که به اصطلاح مغرب نشده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این کاروانیان شام فرستاده بودند و به اصطلاح پول شترشون رو. این رو ما میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چطور به اصطلاح در مسائل به اصطلاح قرض دادن افراد، خود مثلا انسان خاصه، به خصوص وقتی که انسان قرض میگیره، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روانشناسی نبوی ما این رو میبینیم که پیامبر خدا میفرمایند ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلق، انسان وقتی که زیر بار قرض میره دروغ هم میگه، وعده خلافی هم میکنه. اما امکان نداره که ما در زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وعده خلافی ببینیم، امکان نداره که دروغ ببینیم، امکان نداره که مثلا پیامبر از کسی قرضی بگیره و اون قرض رو ضایع کنه. پیامبر خدا از کسی امانت گرفته بودی، یک ظرفی ظرف شکست، خب عوضش رو داد، بهایش رو، تاوانش رو پرداخت کرد. به این صورت ما میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شاخصه اند در محیط جامعه، در برخوردشون با دیگران، در مسائل اجتماعی شاخصه اند. یا اون شخصی از به اصطلاح سرکرده های یهود که خودش رو تعریف میکنه، میگه که من تمام صفات و ویژگی هایی که در پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و در کتاب های پیشین اومده بود، همه اینها رو من در پیامبر دیدم. یه موردی بود که من این رو تجربه نکرده بودم، نمیدونستم این رو چطور بهش برسم، و اون این بود که در کتاب های آسمانی قدیم اومده بود که پیامبر بردباریش، حلم و بردباری و بر خشمش سبقت داره. وقتی خشم میگیره بردباریش بر خشمش چیره میشه. این رو من میخواستم که در پیامبر ببینم، در همین حول و حوش بودم و این رو به صلاح میخواستم تحقیق کنم، تا دیدم که بله، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با مجموعه از صحابه ایستادن، یه بنده خدای ظاهرا دهاتی بود اومد و سلام کرد، گفت یا رسول الله، من رفتم قریه به اصطلاح منطقه فلانی، اونا رو دعوت کردم به اسلام و گفتم اگر شما مسلمون بشید خداوند
دروازه رحمت و رزقش رو بر شما باز میکنه. از وقتی که این بنده های خدا مسلمون شدن، نه اونجا به اصطلاح بارونی هست، نه هیچی، قد سالی شده، خوش سالی شده. من میترسم که شیطان بره گولشون بزنه و بهشون بگه که چون شما مسلمون شدید این قد سالی شده، این از شوم اسلام شماست. اگر خب بیا رسول الله کمکی هست به اینا برسونید. پیامبر خدا نگاه کرد به حضرت عمر که عمر در بیت المال چیزی هست؟ گفتن یا رسول الله هیچی نداریم. این بنده خدا سرکرده یهودی میگه که من این رو فرصت دیدم، گفتم که یا رسول الله، یا محمد، اگر شما میوه های باغ فلانی رو به من بفروشید من اینقدر میخرم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که نه، ما میوه های اون باغ نه، اما این نوع میوه‌ای که شما میخوای، این خرمای معینی که شما میخوای، ما به شما میفروشیم، از اون باغ باشه یا از هر باغ دیگه. به هر حال اتفاق شد بر مبلغی و اون مبلغ رو هم ایشون پرداخت کردن و اینی که به اصطلاح پیامبر در تاریخ فلان، تاریخ هم مشخص شد که به اصطلاح میوه رو، خرما رو به این بنده خدا بدن. این فرصت بود برای ایشون که بیان و این موضوع رو بررسی کنن که آیا واقعا خشم پیامبر بر حلم و بردباریشون، حلم و بردباریشون بر خشمشون چیره هست. اینجا بود که یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از انصاریان وفات کرده بودند و هنوز اون موعدی که بود برای تسلیم خرما نرسیده بود. پیامبر از قبرستان با صحابه می اومدند و در کنار دیواری با هم استراحت می کردند. خیلی ناراحت بودند، یکی از صحابه وفات کرده بود، تازه دفنش کرده بودند. این بنده خدا این فرصت رو، این یهودی این فرصت رو به اصطلاح استفاده کرده ازش، اومد جایی که پیامبر و یاران نشسته بودند، همینطور دوید و به اصطلاح گریبان پیامبر رو گرفت و داد و فریاد با یک به اصطلاح اخلاق بسیار تند و بی‌تربیتانه که آهای محمد، آهای بچه عبدالمطلب، من اصلا شنیده بودم که شما مال مردم رو بالا میکشید، آقا مال منو بده، پول دادم به خرما این که وعده دادی بده. خب این برای پیامبر هم سخت بود، هم برای صحابه که دوروبر پیامبر بودن، این چه کسیه، چه جرعتی میکنه که بیاد با پیامبر اینطوری برخورد کنه. اینجاست که حضرت عمر یک عصبانی شد و چیشوش بالا اومده بود. این بنده خدا هم نگاه میکرد به هم چین که به حضرت عمر نگاه کرد، گفت که میدیدم که چیشوش مثل ستاره تو چه به اصطلاح میدرخشه و میخواد به من حمله کنه و فلان، ترسید وحشت کرد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر، نبی این یهودی که اینطور برخورد کرده، داره به عمر یاد میده که یا عمر، اینجا شایسته بود که شما به من بگید که بهترین شیوه پرداخت قرض چگونه است و به این فرد یاد بدید که بهترین شیوه درخواست قرضی طلبی که داره رو چطور درخواست کنه، نه اینکه شما بیاید عصبانی بشید و داد و فریاد را بندازید. عمر خیلی عصبانی شده بود که کسی بیاد پیامبر رو به این صورت بهش توهین کنه. و اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر امر کردند که برو حق این بنده خدا رو بده، 20 عقیه دیگه هم خرما اضافه بهش بده که شما ایشون رو ترسوندید، چون که ایشون رو وحشت زده کردید باید جریمه بهش پرداخت کنیم تا دلش رو به دست بیاریم. این فرد با این برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمون شد. اینه که ما این شیوه برخورد رو در تمام زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصطلاح میبینیم، در تمام مسائل اجتماعی که پیامبر دارن، حضور فعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جامعه واضح و روشن است و همش هم با همین شیوه و با همین منوال بسیار بسیار عالی. ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید ما یک فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق کنترل، به همراه بینندگان عزیز ان شاء الله میریم و برمیگردیم. باز ان شاء الله در خدمت شما خوبان خواهیم بود با ادامه موضوع. همراه ما باشید. همچنین بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرای
بعدت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب بباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب بباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل شانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صدها لال داری، بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، سبزی بهاران احترامی، بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخ یثرب لال دون است، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای قناری گشته خسته، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای قناری گشته خسته، در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان بروی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای رسول الله، توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. Oh,
با عرض سلام مجدد خدمت همیشه خوبان عزیزان، همچنان با شما هستیم با موضوع انسان کامل. درباره انسان کامل صحبت کردیم و صفات یک انسان کامل جناب دکتر توضیحاتی داشتن و بدون شک کاملترین انسان تاریخ بشر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. پیامبر نازنینی که الله متعال آنقدر ناز ایشون رو خرید که هرگز به نام شخص ایشون رو خطاب نکرد، در حالی که در قرآن کریم ما اگر بررسی بکنیم و ببینیم از آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام انبیایی که بودند الله متعال اونها رو با نام شخصی خودشون، با نام کوچک اونها به تعبیر عامیانه خطاب فرمود. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، درباره آدم فرمود. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. قبل از اون درباره نوح علیه السلام فرمود یا نوح احبط سلام منا و برکاتنا علیک و علی امم ممن معک. درباره موسی علیه السلام فرمود یا موسی اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. درباره عیسی علیه السلام فرمود یا عیسی أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. درباره داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. أما درباره ذات نازنين الرسول صلى الله عليه وسلم هرگاه در قرآن الكريم الله متعال عزيز ترین مخلوق خود را، درباره عزیزترین موجودی که خلق کرده وقتی صحبت می‌فرماید، وقتی خطاب می‌کنه این ذات نازنین رو می‌فهمد یا ایها الرسول، یا به تعبیر دیگر یا ایها النبی، یا با صفات دیگری از صفات آن ذات نازنینشون رو یاد می‌کنن یا ایها المزمل یا ایها المدثر، و هیچگاه نفرمود یا محمد. خود این نشان از ارزش والای این انسان نزد الله متعال دارد. اون شخصی که الله متعال اون رو تأیید فرمود، معلمیشون رو تأیید فرمود آن لحظه‌ای که فرمود علمه شدید قوا، کسی که قدرت فراوانی داشته به او تعلیم داده، جبرئیل علیه السلام. درباره چشم مبارکش فرمود ما زاغ البصر و ما طغى، منحرف نشد دیده او و به بیراه نرفت. درباره زبان مبارکش فرمود و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از پیش خودش حرفی نمیزنه مگر آن چیزی که از طرف الله متعال بر او وحی شده. درباره فکر و مغز مبارکش فرمود ما ضل صاحبكم وما غوى، یارتان همراهتان دیوانه نشده است، به گمراهی نرفته است و به بیراه کشیده نشده است. قلب نازنینش رو تأیید فرمود در این آیه شریفه ما کذب الفؤاد ما رأى، قلبش، دل باکش، دل پاک و نازنینش آنچرا که دید تکذیب نکرد. سینه عزیز و فراخش رو تأیید فرمود در این آیه شریفه علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه شما رو فراخ نگرداندیم؟ درباره اخلاقش با دوربریانش، درباره اخلاقش با مسلمانان فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، پیامبری از خودتان برای شما برانگیخته شده است که سخت و گران است، بر او مشقات و سختی های شما، بسیار حریص است بر هدایت شما و به شما مؤمنان بسیار بسیار مهربان و مهرورز است. در یک کلام تمام ذات نازنینش رو تأیید فرمود.
آن لحظه ای که گفت و انک لعلی خلق عظیم، شما بر بالاترین پایه‌های اخلاقی و بر بالاترین مکارم اخلاقی قرار دارید. پیامبری که الگوی برای هر کسی در زندگی، برای هر فردی. اگر کسی احساس میکنه یتیم، فراموش نکنه که پیامبر اکرم علیه السلام از پدر یتیم به دنیا آمد لحظه تولدش. وقتی که به دنیا آمد یتیم بود و پدر رو هرگز ندید. در 6 سالگی دیگر مادر رو نمیدید. از 6 سالگی به بعد دیگر مادر رو ندید. کسانی که احساس تنهایی میکنن فراموش نکنن که پیامبرشان نه خواهری داشت و نه برادری و نه پدری و نه مادری بعد از 6 سالگی. کسانی که فقیرن فراموش نکنن که پیامبرشان فقیر بود. آن لحظه ای که برای عموی خودش چوپانی میکرد، آن لحظه ای که برای خدیجه کبرا شروع کرد به تجارت، و حتی آن لحظه ای که در مدینه منوره زندگی میکرد فقیرانه زندگی کرد، با وجود اینکه پادشاه جزیرتون عرب بود و میتونست که گنجهایی در خانه خودش داشته باشه. اون کسانی که گرسنگی و سختی و مشکلات به سراغشون میاد فراموش نکنن که 3 سال در شب ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم و عزیزترین همراهانش از اهل بیت و یارانش 3 سال تمام به حدی سختی و مشکلات و گرسنگی رو تحمل کردن که برخی از صحابه به خوردن برگهای از درخت ها پرداختن. رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوی برای هر انسانی که در هر مرحله از زندگی و در هر کار و شغلی مشغوله. اگر تاجر پیامبر اکرم علیه السلام رو الگو میابه برای خودش در تجارتش به شام، در کاروان خدیجه کبرا مادرمان رضی الله عنها. جناب دکتر، در این باب صحبتی کردن قبل از میان برنامه و آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم در این موضوع به عنوان یک انسان کامل به بشریت تعلیم دادن، و ادامه میدیم موضوع رو در جنبه‌های دیگری از زندگی انسان کامل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به عنوان معلم بزرگ بشر، به عنوان یک پیامبر، به عنوان کسی که از طرف الله تعالی فرستاده شده بود تا دعوت بکنه دیگران رو به دین مبین اسلام. جناب دکتر، عرض سلام مجدد و ادامه موضوع و گوش ما آماده فرا گرفتن سخنان زیبای شماست. با عرض سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. دقیقا من داشتم لذت می بردم از تعبیرات بسیار شیوا و بزرگوارانه شما در وصف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، هرچه از پیامبر بگیم و هرچه از پیامبر بشنویم، باز ما یک کوزه بیش نبرداشتیم از یک اقیانوس بی منتها. اولین وظیفه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش دوششون گذاشته شد، وظیفه یا ایها المدثر قم فانذر بود، که ای مدثر، ای انسانی که خودتو پیچیدی توی پتو، بلند شو، الان دیگه وقت راحت و استراحت تموم شد. وقتی تبلیغ هست و تو یک دعوتگر هستی و یک مبلغ، تبلیغ به عنوان یک فریضه مقدسی برای این امت از جانب خداوند متعال تکلیف داده شد، این امت برای به اصطلاح رساندن قضیه صداقت و حقانیت این دین به جهانیان و مردم رو به اون قانع کردن. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما تو رای محمد مگر یک انسانی برای مژده دادن و بیم دادن از اشتباهات و از بازخواست روز قیامت ما تو رو فرستادیم. فذکر انما انت مذکر، مردم رو یادآوری کن که تو برای
یه دعوت و یادآوری کردن مسلمان ها اومدی و یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر آنچه که از جانب خداوند بر تو نازل شده اون رو به جهان و جهانیان برسون. و این نه تنها وظیفه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مشخص شد، بلکه وظیفه کل امت رسول خدا و شاخصه این امت قرار داده شد که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امتیانی هستید که برای بشر انتخاب شدید، ویژگی شما این است که کار پیامبرتون رو میکنید که به امر میکنید به خوبی ها و باز میدارید بشر رو از بدی ها. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این وظیفه رو، این رو ما در زندگی پیامبر خیلی نمایان داریم که یک موردی رو نه تنها اینکه خودشون عمل میکنن، بلکه جامعه رو بر مبنای اون موارد فرهنگ سازی نوین میکنن. که پیامبر خدا رو مثلا دیدیم به عنوان یک تاجر، خب این حرفایی که ما زدیم خب صفت و ویژگی های یک تاجر وارسته که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان انسان کامل بودن در ایشون نمایان بود. در این حال ما میبینیم که برای جامعه اصلاح میکنن، فرهنگ بازرگانی نوینی رو به جامعه عرضه میکنن که آقا در جامعه رباخاری ممنوع، آقا نمیدونم گرانفروشی ممنوع، چیز فاسد فروختن ممنوع، چیزی که باعث بشه کسی ضرر برسونه، مخدرات، چیزهای زشت، چیزهای حرام، اینا ممنوع، طیبات تشویق و به سراب تجارت و بازرگانی در چیزهای مفید و طیبات و منع کردن چیزهای مضر برای افراد و برای جامعه. در قضیه دعوت هم میبینیم که بله، خودشون یک مبلغ وارسته و در این حال افراد رو تشویق میکنن، جامعه رو تشویق میکنن که به این که ای جامعه شما هم باید چون انسان کامل در زمینه تبلیغ و مبلغگری و دایی بودن چون انسان کامل باشید. و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و تعالیم صلی الله علیه و سلم داریم که میفرمایند لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر خداوند یک انسان رو تنها به سبب شما هدایت بده، اینه که این از تمام دنیا و هر آنچه که در دنیا هست برای شما بهتره. در آخرین جملاتی که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع داریم، وقتی که همه پیام را به ما رسوند و از ما هم این تاییدیه رو گرفت که اللهم قد هل بلغت اللهم فاشهد، من پیامم رسوندم، ما بشر، ما انسانها گفتیم بله یا رسول الله، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم فاشهد. اینجا به ما میگفتند فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، اون کسایی که اینجا حضور دارن، اون کسایی که چیزی رو آموختن از این دین، این رو به دیگران برسونن. حالا این شیوه رسوندن، این یک تشویقی کردن ما رو که برای پیامبر نمونه بودن، مثل پیامبر یا مسیر پیامبر رو رفتن و این مسیر رو به سراغ دیگران، این تعالیم والای پیامبر رو به دیگران رسوندن، در این حال برای ما یک اصول و قواعد و ضوابطی رو وضع کردن که شیوهش چطور باشه. شما دارید مردم رو به سوی بهشت دعوت میکنید، باید شیوه رفتارتون هم بهشتی باشه. اینجاست که قرآن کریم اومد و این شیوه برخورد رو به ما نشون داد که ادعو الى سبیل ربک بالحکمتی والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، شما دعوت کنید مردم را با حکمت و با موعظه حسنه و جادلهم بالله، حتی مجادله میکنید وقتی که این مجادله باید با زبان نیکو باشه، با عدم اجبار دیگران باشه. موعظه حسنتون باید طوری باشه که یک انقلابی در اذهان عمومی مخاطبان به وجود بیاره، که این انقلاب باعث بشه که یک تغییر و تحولاتی در قلب اونها به وجود بیایی. این موعظه حسنتون به موعظه یک انسان دلسوز باشه، یک کسی که به دیگران به چشم یک مربی، به چشم یک طبیب، یک جامعه رو به چشم به جامعه بیمار رو به چشم بیمار نگاه میکنه و خودش به صلاح یک تبابت میکنه و اون دعوتش رو هم رو با حکمت و علم و دانایی تقدیم میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم رو میبینیم مثلا در مسیر زندگیشون چطور ظروف و حالات مردم رو مد نظر دارن.
و صحابه رو بر این تربیت میکنن. وقتی که معاذ بن جبل و ابو موسی اشعری رو میفرستن به یمن، بهشون میگن که توصیه های پیامبر رو که یسرا و لا تعسرا و بشرا و لا تنفرا، به مردم سخت نگیرید، با مردم لطیف و ملایم باشید، به مردم رو بشارت بدید، مژده بدید، مردم رو از دین زده نکنید، متنفر نکنید. و وقتی میبینیم که مثلا جوونی مثل معاذ بن جبل خب عشق و علاقه داره به نماز خوندن، به قرآن خوندن، وقتی میاد امامت میده، سورهای طولانی میخونه برای مردم، و بعضی از کشاورزها، مردم زحمت کش که نمیتونن تو اصلا بشینن تو شب اصلا با دو سر جز قرآن پشت سر معاذ بن جبل نماز بخونن، اینا وقتی اومدن پیش پیامبر شکایت که رسول الله ما نمیتونیم، توانش رو نداریم، صبح تا شب ما جون میکنیم، حالا میخواییم به استراحت کنیم شب و دو ساعت هم نماز شب ما هست با جناب معاذ بن جبل، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عصبانی میشند روی معاذ و میفرمایند افتتنون انت یا معاذ، تو مردم رو به فتنه میندازی، مردم رو از دین زده میکنی، این چه طرز برخورده؟ و مگه خداوند متعال سوره شمس، سوره ضحا اینا رو نفرستاده؟ اینا رو به چرا نمیخونی؟ و به این صورت مراعات ظروف مردم، حتی مراعات مشاعر مردم، که نکنه که کسی دلش بشکنه، دلش خدشه دار باشه. آقا افرادی هستن که گاو میفرستن، افرادی هستن که نمیدونن میرن مزار میفرستن، قبر پرستن، امامزاده پرستن، بت پرستن، شما حق ندارید برید با بت و امامزاده اونا بیاد فوش بدید در محضر، در وقتی که اونا مثلا ممکنه که رد فعل نشون بدن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، شما میرید خدایان اونا رو فوش میدید، اونا هم از نوع نادانی میان خدای یکتا رو فوش میدن، بد و بی رو میگن. کسی که میرید دعوتش میکنید نگاه کنید کی هست، یک فرعونی هست واسه خودش، یک نمیدونم امپراتوری هست، آقا با این امپراتور چطور برخورد کنیم؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقتی میرید پیش یه فرعونی، راه و رسمش اینه که فرعونی که طغیان کرده، ادعای خدایی میکنه، ادعای میکنه که منم و بالای حرف من حرفی نیست، شما وقتی میرید با این باید چطور رفتار کنید؟ قولا لینا، خیلی با نرمی، با خوبی، شاید این باعث بشه که در اون تأثیری به وجود بیاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میبینیم که وقتی اکرمه مسلمون میشه، اکرمه کی است؟ فرزند ابو جهل، ابو جهلی که فرعون این امت بود، و اکرمه هم تا دیروز با مسلمان ها در ستیز بود، اکرمه بعد از فتح مکه مسلمون میشه، یعنی تا فتح مکه، حتی در اثنای فتح مکه که هیچ که جلوی مسلمان ها شمشیر نکشید، میبینیم که اکرمه شمشیر کشیده میاد با مسلمان ها میجنگه. این شخص وقتی با این همه دشمنی، با این همه و از این خانواده ابو جهل، وقتی میاد مسلمون میشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه میفرمایند که سیعتیکم اکرمه مهاجرا، اکرمه الان میاد، الان صفت اکرمه صفت مهاجرین هست، لا تسبوا ابا، الان دیگه شما بد و بیرای ابو جهل رو نگید، ابو جهل این همه بدی کرده بله، اما الان دیگه نگید، چون که این بد و بیرا گفتن به مرده نمیرسه، اما قلب یک زنده ای رو خدشه‌دار میکنه، مشاعرش رو خدشه‌دار میکنه. اینه که ما میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با چه حکمت و با چه شیوهی به اصطلاح این دعوت رو به دیگران تبلیغ میکنه، و این شیوه کردار رو به ما تلقین میفرمایند که ما نیز باید چنین باشیم در قضیه دعوت به سوی خدا، به عنوان یک مبلغ که انسان کامل بودن، چطور از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این زمینه هم الگوبرداری کنیم. جناب دکتر، یکی از صفاتی که رسول صلی الله علیه و سلم هم در کلام گوهربارشون بهش اشاره فرمودن، بحث معلم بودن بود که فرمودن انما بعثت معلما، من به عنوان یک معلم برگزیده شدم و به هر حال فرستاده شدم. خیلی از ماها در جامعه خودمون، خیلی از مخاطبین و بیننده‌های عزیز ما به شغل معلمی مشغول هستند و به این صفت در حال آراسته هستند. چگونه رسول صلی الله علیه و سلم با من یک انسان کامل این شغل رو ادا کردن، این وظیفه رو به نحو احسن ادا کردن؟ و خب ما میدونیم که در مکتب رسول صلی الله علیه و سلم کسانی تربیت شدن که دنیا رو متحول کردن. این مکتب، مکتب معلم بودن رسول صلی الله علیه و سلم، این مکتب معلم، این مکتب تعبیر دقیق‌تر،
چه ویژگی‌هایی داشت، چه صفاتی داشت، چه اهدافی رو در این مکتب خودش دنبال میکرد که تونست چون این معلم موفق باشه در طول تاریخ؟ اهتمام اسلام به علم و آموختن علم روش هیچ بحثی نیست. اولین آیاتی که از کلام الله مجید بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه قضیه علم و آموزش هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اینی که قرآن کریم چقدر توصیه میکنند به علم، به دانش، به آموختن، به دیگران رو آموختن، دیگران رو یاد دادن. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونایی که میدونن هرگز با اونایی که جاهل و نادونن برابر نیستن. انما یخشی الله من عباده العلماء، تنها علما و اهل علم هستند که از خداوند میترسند و خدا رو به اصطلاح میشناسند. و اینقدر اهتمام داد اسلام که حتی یک سگی اگر سگ آموزش دیده است، ارزشش از یک سگ جاهل و نادان بهتره. در شکار اگر سگی که آموزش دیده رفت یک شکاری کرد، اون شکار واسه ما حلاله. اما یک سگ معمولی اگر رفت شکاری رو دست دهن زد، این به اصطلاح حرام هست. این همه تشویق، تشویق برای آموختن که من یورد الله بهی خیرن یفقه فی الدین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که خداوند براش خیری بخواد اون رو در دین فقیه و دانا میکنه. کسی که و یک فقیه و دانا نزد خداوند متعال از هزار تا عابد به اصطلاح ارزشش بیشتره و در شیطان نمیتونه با یک فقیه در بیفته، در حالی که میتونه با هزار تا عابد در بیفته. و طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، که طلب آموزش علم فرض است بر هر مسلمون. کسی که در راه طلب علم میره، اون در راه خداست تا وقتی که برگرده. همه این توصیات رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم. توعد علم اینقدر اهمیت داره که انسان وقتی حتی میمیره ارزش علم باش هست. صحیفه اعمال انسان بعد از مرگش بسته میشه، مگر از سه دروازه که هنوز حسابش جاری هست و برایش اجر و پاداش میاد. یکیش چی هست؟ من علم ينتفع به، کسی که یک علم و دانش رو یاد گرفت و اون علم و دانش دیگران ازش استفاده میکنند. این رو که میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ویژگی های دعوتی پیامبر رو وقتی نگاه میکنیم در قضیه یک انسان کامل، یک معلم کامل، ببینید چطور این همه تعبد، این همه اهمیت علم، این همه اهمیت آموزش، اما همین آموزش رو ببینید چطور پیامبر میده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هوای شاگرد رو داره که نکنه من روی شاگرد فشار بیارم. و حضرت ابن عباس میفرمایند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتخولنا بالموعظه مخافت سامت علینا. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی در درس و تعلیم و آموزش که به ما میداد مواظب این بود که نکنه ما خسته بشیم. هر روز به ما درس نمیداد. یه روز در میون جلسه داشتیم، نمیدونم هر وقت چه وقت به بعد جلسه داشتیم، همش پشت سر هم نبود که ما زده نشیم یا به اصطلاح خسته نشیم. وقتی با کسی حرف میزد، حضرت عایشه میگه که اصلا از فرامینی که از پیامبر آموخته بودند، کلم الناس علی قدر عقولهم، با افراد به همون سطح و دانش خودشون حرف میزد. آه طرف روستایی است، طرف نمیدونم چوپونه، طرف بازرگانه، طرف دانشمنده، طرف فهمیده است. با فهمیده یه طور حرف زدن، با کسی که سطح سوادش پایینه یه طور حرف زدن، با روستایی یه طور حرف زدن که هم بفهمه موضوع چی هست. یه بنده خدای روستایی بود، سهرانشین، چطور چرونی بود. این اومده بود رو خانم شک افتاده بود، خداوند بهش فرزندی داشته بود که این فرزند یه مقداری تیره شکل بود. خب این من که به اصطلاح رنگ روشنه، چطور فرزندم تیره اومد؟ رو خانم شک کرده بود، اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر ازش پرسید چطور داری؟ گفت بله من چطور چرونم. گفت شطورت به اصطلاح بچه بیاره، بچه سیاه. گفت بله یا رسول الله، خیلی اتفاق میفته. چطور این بچهش سیاه میشه وقتی شطور قرمزه؟ گفت یا رسول الله، حتما دیگه یکی از جدا، یکی از به اصطلاح نسلش کسی بود سیاه، شطور سیاهی بوده که از اونجا رگی، از اونجا به اصطلاح براش به اصطلاح اومده، این تأثیرش اومده تو جنینش این بوده.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند همینطور هم انسان. تو چه میدونی که از پدر بزرگا هفت جد به ابجد توی آدم مثلا تیره تری بوده یا مال همسرت؟ بس به این صورت با به اصطلاح با زبان بسیار بسیار ساده، با زبان بسیار بسیار عامیانه مردم رو شیر فهم کردن، حتی اگر افرادی لهجه خاص دارن، لهجه اصفهانی داره، لهجه هراتی داره، لهجه نمیدونم فلانی داره، میبینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله با این افراد به همون لهجه خودشون حرف میزنن تا اولا براشون فهمیدن اون حرفی که میزنن آسان‌تر باشه، ثانیا وقتی شما با کسی حرف میزنید به لهجه خودش حرف میزنید یک نوع تعاطف و یک نوع محبتی در بین شما ایجاد میشه. طرف میاد از یک قبیله ای که اونا الف لام رو ندارن، میم دارن، میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باش با همون لهجه خودش حرف میزنه که لیس من امبر مسیام فم سفر، که از خوبی نیست که انسان به اصطلاح در مسافرت هم روزه بگیره. حرفاشون رو شمرده تکرار میکنن تا به اصطلاح افراد اون رو یاد میگیرن، بسیار بسیار آسان، با مردم سخت نمیگیرن. طرف میاد تو مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قضای حاجت میکنه، پیامبر اصلا نه توبیخش میکنن نه ایشی، طرفیه نمیدونه بنده خدا بنده روستاییه، تو روستا تو صحرا که دستشویی نیست، هر جای میدانی پیدا کردن کنار دیواری قضای حاجت میکنن. اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی تو مسجد، بله تو مسجد صحابه عصبانی میشن، ناراحت میشن، پیامبر جلوی صحابه رو میگیره، نه بذاریدش، نکنه که این بنده خدا پریشان بشه و نتونه قضای حاجتشو درست بکنه یا لباساشو بزنه کثیف کنه. بعد از اینکه کارش تموم شد میگه که برید اینجا رو به سر دو سطل آب بریزیدش بشوریدش. تواضع و فروتنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با چه تواضع، با چه خاکساری. خانم‌ها میان پیش رسول خدا که یا رسول الله مردا تو ما رو بردن از دست ما، خب ما هم حق داریم، یه روزی واسه ما بذار که به ما درس بدید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز رو مشخص میکنند که اون روز فقط خانم ها میاند و سوالایی که دارند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میپرسند. پیامبری که این چنین هست ما رو تشویق میکنه که این علم و دانشی که یاد گرفتید این رو به دیگران برسونید. نظر الله امرئا سمع مقالت منا فحفظها حتی، ای کسی که خداوند دعا میکنه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای اون شخص که خداوند این رو روسفید کنه، این رو سعادتمند کنه، اون شخصی که یه چیزی از ما شنید، یک حدیثی رو از ما شنید، این رو برد به دیگران رسون، که چه بسا شما یه چیزی رو شنیدید به کسی دیگر رسیدید، اون رسوندید، اون فرد از این حدیث ما، از این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر بفهمه از شما و عقل و دانشش بیشتر باشه و بتونه بیشتر استفاده کنه. و این معلمین رو اینقدر ارزش دادن که معلمین رو جایگاهشون رو وارثان پیامبران معرفی کردن که العلماء ورثه الانبیا، و امت رو توضیح وظیفه دادن که جایگاه و مکانت معلم رو بشناسه. لیس من امتی من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا، از امت من نیست کسی که احترام بزرگتر رو نگذاره، به کوچکتران دلسوزی نکنه و رحم و شفقت نداشته باشه. و مکانت و جایگاه یک عالم و یک دانشمند رو در پیش ما، در امت ما، عالم رو جایگاهش رو، هیبتش رو، مکانتش رو نشناسه. باید امت احترام علما رو داشته باشه. این دستور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این پیامبری که سراپاش تعلیم بود، خود پیامبر، نحوه برخوردش، نحوه حرف زدنش، نحوه حرکتش، این همه واسه ما علم هست. خود پیامبر به اصطلاح بهترین و یک معلم کامل، 23 سال قرآن بر پیامبر نازل میشه، 23 سال پیامبر معلم هست، در به اصطلاح در فکر اصلاح جامعه هست، در فکر تغییر فکر و اندیشه های جامعه هست و این جامعه رو بالا بردن و در این حال کل جامعه رو اصلاح کردن. حالا این چی جامعه میخواد جامعه مسلمون بشه، چی میخواد بعضیاشون مسلمون نشن، همه جامعه از پیامبر رنگ میگیره و از بین این افراد، افرادی که به اصطلاح مطرح تر میشن، افرادی که دعوت رو قبول میکنن، افرادی که جز شاگردان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشن، اینها رو باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاد یک جامعه نمونه و ایدئال باشون به اصطلاح تشکیل میده. امروزه کسایی که مثلا میان به
صحابه توهین میکنند یا به شاگردان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میتازند، در واقع اینا با اسلامی که پیامبر آورده دشمنی دارند. اینا با صحابه یا با تک تک ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اینا دشمنی که ندارند. اینو نه حضرت ابوبکر رو دیدن، نه حضرت عمر رو دیدن، نه حضرت ابوبکر با اینا پدرکشتگی داشته، نه حضرت عمر و نه مادر مؤمنان عایشه، نه ابو هریره و نه و نه، همه این صحابه رضی الله تعالی عنهم با اینا که پدرکشتگی نداشتن، اما اینها با اسلام پدرکشتگی دارن. اینجاست که میان این جامعه ایدئالی که پیامبر ساخته و اونها رو خیر امتی معرفی کرده، اینها رو از بین میبرن تا بیان بگن که این دعوت توحید نمیتونه یک جامعه ایدئال به بشریت تقدیم کنه. جلوی بشریت این جامعه نمونهی که پیامبر معلم نمونه ساخته، این رو از بین ببرن تا بشریت نتونه یک الگوی نمونه در جامعه برای خودش داشته باشه. میگن که آقا بله، شما میخواهید که پیامبر رو الگو بگیرید، بله شما میتونید یک مسلمون باشی در لاک خودت، اما در محیط جامعه نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخوان این به اصطلاح نمونه والایی که معلم بزرگ بشریت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اعلاترین معلم انسانیت به جامعه بشری عرضه کرد، به این صورت میخوان اون رو از به اصطلاح این میراث رو از امت بگیرند. پس ما میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو بله بفرمایید. ببخشید من جام دو درباره همین موضوعی که شما اشاره می‌فرمایید، بحث معلم بودن رسول صلی الله علیه و سلم، ما در به هر حال عصر زمانی خودمون معلم‌های زیادی داریم، به هر حال مدارس داریم، دانشگاه‌ها داریم، مکاتب داریم و تلاش می‌کنیم در اونجا تعلیم بدیم آن چیزی رو که رسول صلی الله علیه و سلم تعلیم می‌دادن به شاگردان و اصحابشون. اما چرا ما موفق نیستیم در تدریسمون، در تعلیممون و به عنوان یک معلم نمونه نتونستیم که تربیت بکنیم نسلی رو حداقل شبیه آن نسلی که رسول صلی الله علیه و سلم تربیت کردن و در حالا در درجه ایمانی اگر کسی به اونها نمیرسه، در ظاهر عبادتامون، در رفتارمون ما از اونها تقلید بکنیم و مانند اونها ما کمتر مشاهده کردیم که ما نمونه هایی داشته باشیم که از این مکاتب ما و از این مدارس ما خارج شده باشه. چه صفتی وجود داشت در رسول صلی الله علیه و سلم، در اون معلم که ما امروزه یا از اون غافلیم یا در ما نیست؟ یک موردی که بسیار حائز اهمیت هست برای یک معلم، معلم نمونه تنها در گفتار نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همون طور که گفتار شیوایی داشتن، برنامه درستی رو برای بشریت تقدیم می‌کردن، همون طور در کردارشون، در رفتارشون نمونه بودند که جامعه بشری پیامبر رو نگاه می‌کرد و از پیامبر الگو برداری میکرد. و این پیامبر وقتی میخواست یه جامعه رو بسازه، یک جامعه رو تربیت کنه، مواردی رو مد نظر داشت که ما متاسفانه در بسیاری موارد، در بسیاری از برنامه های آموزشی خودمون اینها رو ازش غافل هستیم. سه مورد رو من اینجا ذکر میکنم که مثلا پیامبر اینها رو مد نظر داشتن در ساختن یک انسان صالح، در ساختن یک جامعه، یک افراد صالح نیکویی که اینها بتونن جامعه صالح و نیکو رو بسازن. و اولینش اینه که به صراحت چطور پیامبر بین فرد و بین خداوند یک رابطه برقرار میکرد، این رابطه‌ای که بین فرد و خدا باشه، که اون فرد خدا رو دوست داشته باشه، رابطه محبت باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، که مؤمنان از همه چیز خدا رو بیشتر دوست دارن. در آیه دیگه از قرآن کریم در سوره توبه داریم که خداوند متعال میفرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر پسرای شما، برادرای شما، فرزندای شما، همسرای شما، خانواده شما، مال و ثروتتون، خونه و کاشانه اتون، همه اینا از پیش شما از خدا عزیزتره، از خدا و رسولش عزیزتره، از خدا و رسول جهاد در راه خدا عزیزتره، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، که این رو خداوند قبول نداره. باید محبت خداوند اعلاترین چیز باشه در به اصطلاح پیش انسان. وقتی که این محبت به اعلاترین چیز حدش میرسه، اینجاست که انسان شعور و احساسش اینه که همیشه خدا رو در کنار خودش داره،
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غار ثور به حضرت ابوبکر میگن لا تحزن ان الله معنا، معیت اللهی با فرد همراه میشه. اینجاست که دیگه فرد خدا رو چقدر دوست به اصطلاح دوست میگیره و در محبت خداوند خودش رو گم میکنه. در مقابل این چه به وجود میاد؟ این میشه که خداوند هم اون رو به دوستی میگیره و اینجاست که اون شخص شاخصه میشه، جامعه اون رو دوست دارن، جامعه به اون احترام خاصی دارن، در جامعه هیبت و مکانت خاصی خداوند بهش بده. خداوند وقتی کسی رو دوست میگیره به حضرت جبریل میگه که یا جبریل اینی احب و فلانن فاحب، من فلانی رو دوست دارم شما هم دوستش داشته باش. جبریل در آسمونا جار میزنه که ای اهل آسمون، خداوند فلانی رو دوست داره شما هم دوستش داشته باشین. و اهل اینه که خداوند متعال در زمین برای اون شخص محبت و جایگاهی رو میذاره. آیا مثلا معلم امروزی ما همچنین جایگاهی رو برای خودش پیدا کرده که اهل زمین و دانشجو اون رو دوست داشته باشه تا ازش الگو برداری کنه؟ و در مقابلش هم در همین حدیث رو داریم که خداوند وقتی از کسی متنفر میشه به جبریل میگه که من فلانی رو دوست ندارم، ازش متنفرم، و جبریل در آسمون ها صدا میزنه و خداوند در روی زمین مردم رو از اون متنفر میکنه، مردم دیگه اون رو دوست نخواهند داشت. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای برقرار کردن رابطه بنده با خداوند یک مراحلی رو با بنده طی میکرد، با شاگردانش رو طی میکرد. قضیه مثلا عبادت، وسجد واقترب، عبادت جایی تا جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، عبادت هم باید با محبت باشه که انسان عشق ببره از عبادتش، لذت ببره. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمود جعلت قرة عینی فی الصلاة، چشم روشنی من، راحتی من در نمازه. ذکر و فکرش که انسان همیشه در یاد خدا باشه، ذکر خدا کردن این تنهایی نیست که انسان بگه سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله یا تسبیح دستش بگیره یا نمیدونم همیشه به اصطلاح زبونشو تکون بده که ذکر خدا میکنن. ذکر برنامه زندگیست. ذکر یعنی اینه که در همه موارد زندگی خدا رو مد نظر داشته باشی، خدا و فرامین خدا، صفات الهی روی زبانت باشه. وقتی میگی سبحان الله بفهمی که چی داری میگی، وقتی میگی الله اکبر بفهمی که چی داری میگی. و بالاتر از خداوند هیچ بزرگواری یا هیچ کسی رو در مقابل خداوند بزرگ نبینی. و در مسئله رسیدن به خداوند و رابطه برقرار کردن خداوند میبینیم که پیامبر اکرم توصیه میکنن به دوست درست، دوست درستی بگیر که تو رو به خدا برسونه. المرء على دین خلیله، کسی که به اصطلاح هر انسانی به دین دوستش هست. لا تو صاحب الا مؤمنن، هیچ کسی غیر از مؤمنی رو برای خودت دوست نگیر. در دعا کردن و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر بندگان من از من پرسیدن منو دعا کنن من بهشون نزدیکم. اجیب و دعوت دعای اذا دعان، کسی که منو دعا میکنه با من مناجات میکنه من حرفش رو میشنوم. نقطه دیگه ای که به اصطلاح یک معلم امروزی ازش غافل هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش تأکید داشتن، قضیه خدمت به دیگران هست، خدمت به خلق هست. در حدیثی داریم که الخلق و عیال الله فأحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، این بشریت اینها خلق خداوند هستند. نزدیکترین و عزیزترین شخص به خداوند کسیه که به خلق خداوند تراحم کنه، اونا رو بهشون برسه. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مثل المؤمنین فی تراحمهم و توادهم و تعاطفهم، مثال مؤمنان در رسیدن به همدیگه، در عشق و محبت به همدیگه، در لطف و مثلا دلسوزی به همدیگه، مثل یک جسد واحد هستند، مثل یک تن واحدن که اگر یه جایی از این تن درد گرفت باید همه جامعه احساس درد کنه، نباید از درد دیگران غافل بشه. و توصیات مکرر پیامبر به رسیدن یعنی به دیگران که از سایل الارمنت و المسکین کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که به خدمت بینوایان میکنه، کسی که خدمت زنهای بی سرپرست میکنه، این مثل کسی است که در راه خدا به جهاد رفته، مثل کسی است که همیشه زندگیش در نماز و خسته نمیشه، مثل کسی است که تمام زندگیش روزه داره و اصلا افطار نمیکنه. و نقطه سومی که در برنامه این معلم مربی کامل بود و ما متاسفانه در بیشتر معلمانمون یا در خیلی از معلمانمون این رو نداریم،
و نتیجهش هم همینه که شما فرمودید که هیچ موفقیتی رو ما نمیبینیم، قضیه خود همون الگوگری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمونه بود، شاخصه بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدا برای شما اسوه نیکو بود، و این بود که صحابه این الگوبرداری کردن از پیامبر. وقتی الگوبرداری کردن به جایی رسیدن که دیگه دروازه های بهشت و رضایت خداوند بروشون باز شد، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خداوند در قرآنش این رو به اصطلاح برای ما به ارمغان گذاشت و این رو میراث گذاشت که بعد خداوند از صحابه رسول اکرم راضی و خوشنود شد و اونها رو هم از خودش راضی و خوشنود کرد. و این بود که حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه زندگی نه تنها خودش، حتی اونهایی که از پیامبر الگو برداری کردند، صحابه رو برای ما برنامه زندگی قرار داد که شما مثل اونها باشید. علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، همون راه و رسم من رو انتخاب کنید، راه و رسم خلفای راشدین بعد از من رو انتخاب کنید. اینه که چرا پیامبر موفق بود، این موارد رو در به اصطلاح ویژگی های زندگی و تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما داشتیم که اینها انعکاسش این بود که نتیجه موفقیت آمیز داشت. الان اگر ما میخواییم این موفقیت رو، من به عنوان یک معلم میخوام به این موفقیت هایی که پیامبر دست رسی پیدا کرد منم برسم، همین راه و رسم رو باید، همین شیوه رو باید در پی بگیرم و رابطه دانش آموزم رو، رابطه یک کسی که میخوام اون رو بالا بکشم با خداش، رابطه محبت دو جانبه قرار بدم، در این فرد دلسوزی و ذوب شدن در جامعه رو به وجود بیارم و خودم یک الگویی باشم برای اون که اون بتونه از من الگو برداری کنه و نهایتاً به این نتیجه برسیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدان رسیدن. حقیقتاً جناب دکتر، من در خلال صحبت‌های شما داشتم فکر می‌کردم به این شخصیت والا که چقدر این انسان کامل واقعاً به فکر هم نوعان خودش بود و چقدر زحمت میکشید و چقدر تلاش میکرد و چقدر درد اونها رو داشت. بینندگان عزیزم حتما با من در این همراهی داشتن در این فکر و در این مسیر. واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون اغراق نمونه دیگری در تاریخ بشر نداشته و نخواهد داشت، و چنان این ذات نازنین انقدر به فکر انسانیت بود، انقدر به فکر جامعه انسانی بود و انقدر تلاش کرد و انقدر هنر به خرج داد که دیگه مجالی نگذاشت برای بعد از خودش که به رتبه شاگردانش برسن، حتی چه برسه که بخوان به رتبه خود رسول صلی الله علیه و سلم برسن. اگر همراه باشید با ما انشاءالله بعد از یک میان برنامه باز همچنان با شما عزیزان موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، هرچند که ما اگر کل برنامه‌های کانال رو اختصاص بدیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. هم به شما ان شاء الله برمیگردیم با ادامه برنامه. یا طیبه یا طیبه یا دوا العیان اشتقنا لک والهوا نادانا والهوا قبلتي بيت الله
تغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة. يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب يا اشتقنا والهوى نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن. بشراك المدينة بشراك بقدوم الهادي يا بشراك، فهل لي مأوى في حماك؟ أتمنى فالنور سبانا سبانا نوركم سبانا. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، دوستداران محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. انقدر این انسان افتخارات داره، انقدر با ارزشه، انقدر جایگاه داره که واقعا افتخاره نسبت داشتن با نام مبارکش. در خلال میان برنامه داشتم یک بررسی میکردم برخی از آیاتی رو که در باب رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده در قرآن کریم. یک آیه رو شاید کمتر توجه کردیم بهش و کمتر شنیده باشین عزیزان بیننده، در سوره مبارکه هجر آیه 72 الله متعال تعبیر بسیار لطیفی داره درباره پیامبرش. و خب البته الله تعالی مالک عالم است و صاحب اختیار عالم و هر کاری که دوست داشته باشه انجام میده و به هر حال هیچ کسی هم حق نداره که از الله تعالی بپرسه چرا، و یا اینکه بگه چون الله تعالی این کار رو کرده پس برای بندگانش هم جایز هست که این کار رو انجام بدن. این تعبیر لطیف، قسم خوردن به جان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم هست. الله تعالی در باره آیاتی که در باره قوم لوط نازل شده، در خلال این آیات الله تعالی در آیه 72 در سوره هجر میفرماید که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به جان تو سوگند، قسم به جان تو، به تعبیر خودمونیتر و محلیتر به جونت قسم، که قوم لوط در مستی خودشون غرق بودن. الله تعالی اختیار داره بر چیزی که دوست داره قسم بخورن و بندگان رو منع کرده از اینکه به جز نام خودش قسم بخورند، و این رو جلوترم ذکر کردم. جوازی نمیشه برای بندگان که به جان پیامبر قسم بخورن یا جان کسی دیگری، چون الله تعالی صاحب اختیار، الله تعالی بعد دیگران رو هم دعوت میکنه به پرستش خودش، ولی خب ما نمیتونیم این رو بهانه‌ای قرار بدیم چون الله تعالی دیگران رو گفته منو بپرستید، من الله رو بپرستید، پس ما هم میتونیم بگیم منو بپرستید، یا الله تعالی بر هر کسی رو بخواد میکشه، ما اجازه نداریم هر کسی رو بخوایم بکشیم و امثال ذلک. اینها صفات خاص الله تعالی است. اما این تعبیر لطیفه، یعنی یک لطافت خاصی داره که چقدر این ذات نازنین محبوب نزد الله تعالی. یک انسان
انسان بودن رسول صلی الله علیه و سلم یکی از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از هنرهای پیامبر اکرم علیه السلام اینه که ایشون یک انسانه، صفات الوهیت نداره، صفات ملائکی نداره، یعنی مثل فرشتگان نیست. یکی انما انا بشر مثلکم، تاکیدهای فراوان در قرآن کریم روی این صفت است که غلو نشه، افراط نشه در ذات رسول صلی الله علیه و سلم. و به هر حال اگر کسی همچین صفاتی داشته باشه زیاد هنری هم نکره، کسی مانند فرشتگانی که انقدر عبادت میکنن نمیتونن گناه بکنن و انسان میتونه گناه بکنه و چون گناه نمیکنه هنر میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک انسانه و اتفاقا همین انسان بودن هم یک شبهه شد که مشرکین همیشه وقتی که در مکه مکرمه دعوت آغاز شد یکی از شبهاتشون طبق آیه 7 سوره مبارکه فرقان این بود که مال هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیامبریه که غذا میخوره راه میره تو خیابونها توی بازارها میگرده. خود همین انسان بودن یک سببی شد که اونها بیان و رد بکنن، چون اونها منتظر بودن همونجوری که جناب دکتر در ابتدا اشاره فرمودن که انسان کامل یک پیامبر باید حتما یک صفات الوهیت داشته باشه، مثل مسیحی‌ها که عیسی رو صفات الوهیت دادن، یهودی‌ها عزیر رو صفات الوهیت دادن و عده‌ای از کسانی که منتسب به اسلام هستن هم آمدن و خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و یا اولیای دیگر رو صفات الوهیت دادن و بالاتر بردن، حتی برخی‌ها که غیر نبی رو از خود رسول صلی الله علیه و سلم هم بالاتر می‌دانند و بالاتر بردن. یکی از این صفات انسانی در بین انسان‌ها، میلیاردها انسان الان حدود بیش از 7 میلیارد ما حدودش 7 میلیارد روی زمین هستیم، چند میلیارد رفتن، چند میلیارد خواهند اومد نمیدونیم و انا بر ما امتهایی هستن به تعبیر قرآن که میفرماید که هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای در آسمان، ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، در آیه 38 سوره مبارکه انعام الله تعالی میفرماید که پرندگان و چرندگان و خزندگان و درندگان و اینها، همه اینها کسانی که در آسمانن و کسانی که در زمین هستن، تمام جنبندگان زمین و پرندگان آسمان امتهای مثل شما هستن. اونها هم باز خودشون میلیاردها هستن، میلیاردها مورچه هست، میلیاردها هست که الله تعالی همه اینها رو داره رزق میده، همه اینها رو داره زندگیشون رو مرتب میکنه، همه اینها رو الله تعالی داره خلق میکنه و هر کدوم یک امتیان برای خودشون. دنیای ما، کره زمین چه خبره توش، کهکشان راه شیری چه خبره توش، آسمون اول چه خبره توش، تاریخ گذشته، تاریخ آینده، توی همه این گیرودار، همه این عظمت‌ها، این خورشیدی که 1 میلیون برابر زمینه، همه این آسمان و زمین، این فرشتگان، اون چیزهایی که ما نمیدونیم و ندیدیم و ندیدیم نخواهم دیدم نخواهیم دید هم حتی شاید، اینها همه الله تعالی میاد در این عظمت یک نفر رو چنان تمجید میکنه و چنان این ارزش قائل میشه برای یک نفر، این خودش واقعا جای تفکر داره. از بین این همه مخلوقات، این همه برو بیا، یک نفر انقدر عزیز نزد الله تعالی و انقدر از اون تمجید میکنه و انقدر با احترام از اون یاد میکنه در قرآن کریم که دوستداران اون رو هم وعده ها میده، خانواده اون رو چه صفاتی که به اونها نمیده، به همسران پیامبر مادران مؤمنین خطاب میکنه، اهل بیت چه جایگاهی دارن نزد الله تعالی و نزد مسلمانان، یک کوهی رو الله تعالی رسول صلی الله علیه و سلم روش قدم میذاره به اسم احد میشه محبوب دلهای مسلمین، شهری رو که پیامبر توش قدم میذاره محبوب دلهای مسلمین میشه، یک خرمایی رو پیامبر اسمش رو ذکر میکنه یک گوشه در روایت، حالا اون خرما رو شما به اسم عجوه نگاه بکنید مزه شد از همه خرمایی که در مدینه هستم مزه و طعمش پایین‌تر باشه، اما چقدر محبوب میشه، چقدر عزت پیدا میکنه. گرون‌ترین خرمایی که در بازار مدینه است خرمای عجوه است، لحاظ مزه شاید به هیچ کدوم از خرمای دیگه هم نمیرسه در شیرینیشون، این از همه پایین‌تره شاید مزهش، اما چقدر ارزش پیدا میکنه. هر چیزی رو که نام یک منطقه رو پیامبر به زبان میاره ارزش پیدا میکنه، یک ذکر یک شیء میکنه ارزش پیدا میکنه، کسی در راهش قدم برمی داره ارزش پیدا میکنه، کسی به اون نسبت پیدا میکنه ارزش پیدا میکنه، کسی دشمن با ایشون میشه آیه بر ضدش نازل میشه لعنت میشه در دنیا و آخرت، با همسرانش کسی دشمنی میکنه لعنت میشه، با اهل بیتش اهل بیت کسی دشمنی میکنه لعنت میشه، و با راه و روشش با صحابش کسی دشمنی میکنه مورد لعنت و سرزنش قرار میگیره. واقعا الله متعال همونجوری که خودش فرمود و کنه فضل الله علیک عظیم، فضل الله تعالی بر این بنده نازنینش بسیار عظیم بود. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع انسان کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم
و جناب دکتر اشاره فرمودن به برخی از ویژگی های زندگی رسول صلی الله علیه و سلم در ابعاد مختلف که سبب خب اینها کمال هست برای یک انسان در بعد تجاری، در بعد زندگی اجتماعی، در بعد زندگی مادی به تعبیر ساده تر، و همچنین به عنوان یک دعوتگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه کارها که نکردن، چه زحمت ها که نکشیدن، چه مشقت ها که تحمل نکردن، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مربی، و همچنان در وقت متبقی ادامه میدیم موضوع رو با جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر عرض سلام مجدد و ادامه سخن با شما. اگر اجازه بدید من به نقطه اشاره کنم و در همین مبحث اغراق در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که شما اشاره فرمودید، ما در این روزها در روزهای ربیع الاول هستیم که سال روز وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 12 ربیع الاول هست و متاسفانه بسیاری از افرادی که هنوز نشناختن محبت رسول الله یعنی چی؟ این کنتم تحبون الله فاتبعونی، محبت خداوند یعنی چی؟ اگر میخواهید که خدا را دوست داشته باشید، راه خود دوست داشتن خدا پیروی از پیامبر هست. راه دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که ما پیامبر رو بشناسیم. افرادی که میخوان جشن میگیرند ربیع الاول رو، جشن ربیع الاول اینه که شما بیایید و پیامبر رو بشناسید. جشن بگیر، آقا همه ماه ربیع الاول رو بگیر در شناخت پیامبر و به اصطلاح شناخت سنت پیامبر سپری کن. اینه که ما بیاییم 12 ربیع الاول رو بیاییم به اصطلاح مسجدا رو چراغونی کنیم و خیرات بدیم و نذر بدیم، اینها مخالف هست با شیوه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بدور هست حتی از اون چیزی که برخی فکر میکنند کار خوبی انجام میدن. چرا که 12 ربیع الاول سال روز وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، اما در ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما تاریخ دقیق نداریم و اون چیزی که پژوهش‌های علمی بهش رسیده غالبا 9 ربیع الاول هست نه 12 ربیع الاول. و این 12 ربیع الاول و این جشن رو برخی از فاطمیان به اصطلاح که در مصر حکومت می کردن، برخی از شیعه های به اصطلاح گمراه که از جامعه بشریت خداوند اونها رو گم کرد و اصلا وجودشون الان نیست، در جامعه وجود ندارن، اینها حالا بنا به محبت دروغینی که به پیامبر اظهار می کردن یا بنا به حقد و کینه‌ای که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتن، حالا مسئله چی بود مهم نیست، مهم این است که اومدن و سال روز وفات پیامبر که 12 ربیع الاول هست و ثابت هست، این رو گرفتن و یک سری مثلا جشنی و یک عیدی برای خودشون معرفی کردن که متاسفانه تا امروز بسیاری از افراد در جامعه اسلامی به اصطلاح هنوز با نادانسته دنبال اونها میرن و این به اصطلاح 12 ربیع الاول که سال روز وفات رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به رفیق اعلی هست و روزی است که انسان اون حادثه بسیار دردناک و دلخراش وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میتونه یادآوری کنه و اشک بریزه، این روز رو میان شادمانی میکنن و عید میگیرن که عید میلاد رسول خداست. اما ما برای میلاد رسول خدا عیدی داریم، اگر کسی میخواد که به اصطلاح شکر ادا کنه، شکرش با این نذری و خیرات و نمیدونم چراغونی کردن مسجد و به اصطلاح بدعت درست کردن نیست. به اصطلاح ثابت این هست که پیامبر در روز دوشنبه به اصطلاح به دنیا اومدند و متولد شدند و این هم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما اطلاع دادند. پس کسی میخواد از خدا شکر کنه نعمت بزرگ پیامبر رو، اینه که روزای دوشنبه هر هفته روزه بگیره و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم روز دوشنبه رو روزه میگرفتند و میفرمودند که و فیه ولدت، در این روز من متولد شدم. پس هر چیزی که ما میخوایم انجام بدیم باید بر مبنای
راه و رسم و شیوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما رسم کرده و گذاشته بر اون مبنا باشه. و این نقطه منو میکشونه به مبحثی که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیاز هست که ما روش کنکاش کنیم و اون رو نگاه کنیم، و اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اومدند به عنوان یک انقلابگر. وقتی ما حرف از انقلاب میزنیم خیلی وقتا تو ذهنمون میاد انقلاب یعنی ویران کردن و ساختن مجدد. ما این رو در زندگی پیامبر نداریم. در زندگی پیامبر ما ساختن داریم، ساختن بدون ویرانی. بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، خداوند منو فرستاد تا اون چیزی از اخلاق که هست اون رو جای خودش بذارم، اون رو تصحیح کنم و اون رو اکمال کنم. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خداوند متعال در همه اقوام پیامبرانی رو فرستاد. هدف این پیامبر چی بود؟ عبادت خدا رو و تغییر جامعه به سوی عبادت و فرمانبرداری از خدا، برکنار زدن نظام طاغوتی و انسان پرستی و ستیز انسان و طغیان انسان، و برپا کردن نظام الهی، برکنار زدن نظام کفر سیاسی و برپا نهادن نظام عدل اسلامی. و این نظام نیاز به یک رهبری داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این رهبر و این مدیر بودند که خداوند متعال ایشون رو به عنوان یک انسان کامل در این زمینه فرستادند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این شناسنامه پیامبر بود که شما رو فرستادیم برای تغییر، اما این تغییر به شیوه رحمت للعالمینی باید باشه، به شیوه دلسوزانه، به شیوه کسی که میخواد مسلمون ها و جامعه بشری رو اصلاح کنه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، خداوند بر مؤمنان منت نهاد که از بین خود این بشر پیامبری رو فرستاد که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، قرآن رو براشون میخونه، اونها رو تزکیه و تربیت میکنه، اونها رو کتاب قرآن یاد میده، اونها رو حکمت و آموزش شیوه زندگی پیامبر یاد میده، همه اینها، و یک برنامه کامل متکاملی رو برای بشر آورد. فاستقیم کما امرت و من تاب معك ولا تطغوا، و خودت اول به این برنامه زندگی که آوردی عمل کن و توبه کنید و برگردید به سوی خدا، و ای مؤمنان بر برنامه پیامبر عمل کنید و سرپیچی نکنید، چرا که این برنامه برنامه سعادت و خوشبختی شماست. تاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ما این قرآن رو برای شما نفرستادیم که شما به سختی بیفتید، بلکه این قرآن راه رسم سعادت و خوشبختی برای شماست. این بود که صحابه وقتی این راه و رسم رو شناختن، یک اعتماد بسیار بسیار بزرگی رو ایجاد شد بین رهبریت و این جامعه. باید اون رهبریت نمونه، اون انسان کامله که میتونه جامعه رو مثل یک مغناطیس به طرف خودش بکشه و جامعه رو به اصطلاح جذب کنه. این بود که این اعتماد به نفسی که پیامبر با صحابه داشت، عجیب هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این صحابه رو به اصطلاح تعریف میکنه، خیر امتی قرنی، بهترین امت اونهایی هستند که در زمان من هستند، و بعد از اونها اونهایی که از این شاگردان من درس میگیرند، و بعد از اونها اونهایی که از شاگردان من که به اصطلاح راه رسم زندگی رو آموختند. لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا معشارا، هرگز بد و بیرای اصحاب و یاران و شاگردان منو نگید، به خدا سوگند که اگر هم هر کسی از شما بیاد مثل یک سلسله کوهی مثل سلسله کوه احد بیاد در راه خدا طلا و جواهرات در راه خدا انفاق کنه، نه این ارزشش به اندازه یک مشت نیکی یا یک مشت انفاقی که صحابه در راه خدا میکردن نمیرسه. اون زمانی که دین نیازمند بود، این صحابه بودند که این دین رو رو دوششون کشیدند، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به اونها چقدر اعتماد داره و چقدر ازشون قدردانی میکنه، و در مقابل هم میبینیم که جامعه چقدر به پیامبر اعتماد داره. در صلح حدیبیه که قصهش طولانی هست، ما چه اعتماد عجیبی رو از صحابه در اونجا میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک اتفاقیه رو، یک معاهده رو با مشرکان امضا میکنند که این معاهده در ظاهرش همش ظلمه به اسلام،
در ظاهرش همش سخته برای مسلمان‌ها، تحملش برای مسلمان‌ها سخته، که بعضی از مسلمان‌ها بلند می‌شدن که کیف نرضم دنیئه فی دیننا، چطور ما ذلت و خوری رو قبول کنیم در دینمون. اینقدر براشون فشار بود، اما همشون مثل یک انسان با یک صدا همشون میگفتن لبیک یا رسول الله، ما چشم به راه هستیم. در همین لحظات میبینیم که یک به صدا جوون مردی از مسلمون ها به نام ابو جندل از زندان فرار میکنه، میاد به پیش پیامبر، خودشو میرسونه. پیامبر از پدر ابو جندل سهیلی که اونجا هست خواهش میکنه که این رو بذار به خاطر من. مشرکین با همه غرورشون حاضر نیستن این جوون رو بذارن که بیاد پیش مؤمنان، کشان کشان این رو میبرن جلوی صحابه. صحابه میبینن که یک جوون مرد مسلمون داره میره به سوی کشتارگاه، همه با چشمای خودشون میبینن. پیامبر هم چون که یک معاهده رو امضا کرده، حالا نمیتونه یه مثال زیر قول خودشون بزنه، به ابو جندل میگه اصبر فان الله یجعل لك مخرجا، صبر کن ابو جندل، خداوند حتما راه و گشایشی برای شما به وجود میاره. این صحنه رو وقتی متهم به اصطلاح نگاه میکنیم، اصلا تصورش بسیار مشکل است. حالا ببینیم که صحابه این صحنه رو میدیدن، شمشیر به دست بودن، همشون اونجا هستند و مشتاق رفتن به کعبه هست، به مکه هستند و دیدار خانه خدا، و مشرکان اونا رو جلوشون رو گرفتن. یعنی فقط و فقط پیامبر بهشون یه اشاره کنه، اینا همه مکه رو فتح میکنند و به صورت اون خشم خودشون رو خارج میکنند. اما با همه اینها چون پیامبر بهشون به امر کرده و این اعتمادی که بر پیامبر دارن، با همین دل خوشند و میدونن که این کاری که پیامبر براشون میکنه جز خیر و نیکی و برکت نیست، میبینیم که اینها به پیامبر میگن لبیک یا رسول الله و گردن میذارن روی اون به اصطلاح حرکت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. وقتی که مشرکان شایعه میکنن که عثمان رو، حضرت عثمان رضی الله عنه رو به شهادت رسوندن، میبینیم همه این صحابه جمع میشن زیر درخت رضوان، با پیامبر بیعت میبندن بر مرگ که ما تا آخرین قطره خونمون می جنگیم و حق عثمان رو می گیریم، خون عثمان رو می گیریم. می بینیم که این به اصطلاح اعتماد به نفس دوگانهی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، این انسان کامل، این مدیر و یک معلم کامل بشر، یک مربی کامل، یک انقلابگر نمونه، این موفق ترین انسان در تاریخ بشر، این رو به وجود آورد. این باعث شد که جامعه تغییر کنه، باعث شد که تمام آثار و رسوخی که یک کفر داشت، یک نظام باطل داشت، همه از جامعه برچیده بشه و تنها که کلمه لا اله الا الله و شیوه زندگیه که خداوند برای بشر انتخاب کرده، اون است که در جامعه مدینه منوره حاکم میشه. جمعتون ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم تا بحث رو جمع‌آوری بکنیم. من دوست دارم که حالا به صورت مختصر در یک بعد دیگری از زندگی رسول صلی الله علیه و سلم هم صحبت بکنیم، که انسان کامل با تمام مشغله‌هایی که در خارج از خانه داشت، به عنوان رهبر مسلمین، به عنوان آخرین پیامبر الله تعالی و فرستاده الله تعالی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مربی، به عنوان یک فرمانده در میدان جنگ، به عنوان یک برادر برای اصحابی که هجرت کرده بودند از مکه به مدینه، و در مدینه در دوران مکی هم به عنوان یک دلسوز و به عنوان یک همراه با اونها و به عنوان یک کسی که به حال با سران و قریش به عنوان سفیر اسلام از طرف الله متعال با اونها جلسات داشت، نشست ها داشت و محاورات داشت و مشغل های فراوانی که در خارج از خانه داشت، در داخل خانه چگونه تونست که با وجود اینکه چند همسر داشت، با وجود اینکه فرزندان چند فرزند داشت، تونست اون وظیفه پدری رو در قبال فرزندان و وظیفه همسری رو در قبال همسران خودش ایفا بکنه. سخن گفتن از چهار دیواری خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش برنامه‌ها می‌خواد. وقت‌های زیادی ما فقط بشینیم این 23 سال رو در داخل کلبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظاره‌گر پیامبر باشیم. پیامبر با خدیجه، حکایت پیامبر با خدیجه و مادر مؤمنان، اولین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حکایتی است عجیب، حکایتی از محبت،
حکایتی از وفا که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از وفات خدیجه، 10 سال بعد از وفات خدیجه، میبینیم که هنوز خدیجه روی زبان پیامبر هست و در زندگی پیامبر هست. خواهر خدیجه بعد از سالها از وفات خدیجه وقتی میاد خونه پیامبر، پیامبر از در زدن به اصطلاح خواهر خدیجه متوجه ایشون میشه. لطف و به اصطلاح محبتی که پیامبر با خدیجه داشتن که به اصطلاح دخترشون رو میدن به خواهرزاده خدیجه زینب، و چه سختی هایی که زینب در مسیر زندگیش تحمل میکنه که به اصطلاح شوهرشون در اسلامشون تأخیر میافته، همه اینها واقعا حکایت از وفا داره. اون هم چه وفایی که سالهای بعد پیامبر قربانی میکنه، میگه که این گوشت رو ببرید پیش فلان شخص بدید. پیرزنی میاد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، میره ازشون استقبال میکنه، عبای مبارک رو میذارن و ازشون باشون خوب میگن، میخندن. این شخصی با این همه مسئولیتایی که شما اشاره کردید که چی، وقتی میگن یا رسول الله، میگن که ایشون اون وقتای خدیجه میومد خونه ما، نه هیچ خیشاوندی داره، نه هیچ، نه فقط تنها زمان خدیجه میومد خونه ما. یا ایشون رو ببینید بشوید، اینا از رفیقای خدیجه بودن. این همه وفا، محبتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بین چند تا همسر داشت. اما ما میبینیم که در بین این چند تا همسر خب هوو هستن، با هم حسادت میشه، با هم اختلافات میشه، اما میبینیم که همه اینها با چه نرمی، با چه مدارا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با اینا کنار میاد. قضیه پیامبر خدا با فرزندان، نوه های خانواده، فرزندای خانواده چطور با پیامبر بازی میکنن، پیامبر باشون بازی میکنه، این کی است؟ ما داریم از کی حرف میزنیم؟ از سپهسالار جامعه مدینه، از رهبر جامعه مدینه، از اولین شخصیت در شبه قاره، شبه جزیره عربستان، از کسی که همه مسئولیت های جامعه باش هست، چطور با بچه ها بازی میکنه، چطور به همسرانش میرسه، چطور محبت و شفقت داره، چطور به خویشاوندان میرسه، چطور به زیر دستان کمک میکنه، به اونا میرسه که آقا کارمندی هست، که زیر دستی هست تو خونت، حق نداری بهش بگی نوکر و چاکر، باید بهش بگی فرزند، باید بگی دخترم، باید بگی پسرم. چطور حتی مشاعر و احساسات دیگران رو ملاحظه میکنه، نماز میخونه، بچه گریه میکنه، نمازش رو که معراج مؤمن هست زود تموم میکنه که نکنه مادری که بچهش به اصطلاح گریه کرده ناراحت بشه، یا بچه به اصطلاح که رفته روی سر پیامبر در نماز سوار شده بچه رو نمیندازه، سجدهش رو طولانی میکنه که حتی صحابه فکر میکنن که پیامبر وفات کرده در سجده. چی شد؟ میگه چی، بچه بازی میکرد، نخواستن دلش رو بشکنن. ممنونم جناب دکتر، ما دوست داشتیم که موضوع رو ادامه بدیم، اما وقتمون به اتمام رسید. فقط خداحافظی شما رو در چند ثانیه فرصت داره. بنده هم در پایان این برنامه از شما و از شبکه جهانی مثال حق که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن و از همه بینندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردن کمال سپاس و تشکر دارم و از همه تون التماس دعا. الله یارتان. متشکرم از حضور شما. و درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم 100 تا برنامه که هیچ 1000 تا برنامه بگذاریم باز وقت کم بریم. صلی الله علیه و آله و سلم. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو بنده متعال میسپارم. الله یار و نگهدارشون.